کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر ای یک توافق نامه در مورد مدیریت بحران پناهجویان در این اتحادیه به توافق رسیدند تا راه برای مدیریت ورود پناهجویان هموار شود بخشی از هدف سیاست بازنگری شده این است که کشورهای اتحادیه اروپا در صورت مواجهه با حجوم ناگهانی پناهجویان با یکدیگر همکاری کنند با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم اتحادیه اروپا در تلاش برای تصویب طرح مهاجرتی جدید خود است که به نظر می رسد محدودیت ها و مشکلات بیشتری را برای پناهجویان به همراه داشته باشد. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پیش از برگزاری اجلاس روز جمعه سرانه این اتحادیه در اسپانیا درباره متن اصلی اصلاح سیاست مهاجرتی توافق کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النشر لبنان در توافق جاری ملاحظات ایتالیا در این خصوص نیز مورد توجه قرار گرفته است هدف از این قانون که مورد بحث بیشتر از سوی سران هم قرار خواهد گرفت آن است که اتحادیه اروپا هنگام حجوم مهاجران به یکی از کشورهای عضو واکنشی مشترک داشته باشد حجومی که میتواند شبیه بحران سال 2015-2016 باشد. بر اساس اعلام النشر لبنان این توافق در حالی به دست آمد که نشست غیر رسمی رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در گرانادا در جنوب اسپانیا برگزار شود. کشورهای عضو اتحادیه بر اساس این توافق در برابر موج گسترده ورود مهاجران و پناهجویان به یکی از کشورها واکنش مشترکی نشان خواهند داد قرار است مذاکره بر سر توافق به دست آمده با نمایندگان پارلمان اروپا ادامه پیدا کند منابع دیپلماتیک میگویند مجارستان و لهستان دو مخالف اصلی اصلاحات مهاجرتی بوده و به آن رأی منفی دادند هنوز جزئیات به خصوصی در مورد متن جدید توافق نامه در دسترس نیست. اما سازمان های غیر دولتی بر این باورند که تغییرات جدید می تواند خطر بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدع را افزایش دهد. بر اساس این قانون مدت نگهداری مهاجران در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قابل تمدید خواهد بود. این در حالی است که توافق مذکور باید در نشست اعضای پارلمان اروپا مورد بحث و اجماع نظر قرار گیرد. نخست وزیر یونان چندی پیش طی سخنانی در اجلاس کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا در پایتخت مالت خواستار اخراج مهاجرانی که شرایط پناهندگی در کشورهای اروپایی را ندارند شد وی در ادامه افزود مهاجرت به کشورهای اتحادیه اروپا باید با شرایط و نیازهای کشورهای عضو مطابقت داشته باشد اما در حال حاضر این قاچاقچیان انسان هستند که درباره ورود افراد به اروپا تصمیم میگیرند و این روند باید تغییر یابد آلمان طی چند ماه گذشته به دلایل بشر دوستانه با طرح اصلاح سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا مخالفت می کرد. اما در نهایت وزرای کشور اتحادیه اروپا در جریان نشست ماه سپتامبر خود نتوانستند رضایت برلین را جلب کنند. ایتالیا از سیاست مهاجرتی آلمان که به چند سازمان غیر دولتی برای امداد رسانی به پناهجویان کمک مالی میکند انتقاد کرده بود در نهایت آلمان و ایتالیا روز چهارشنبه توانستند بر سر یک طرح مشترک به توافق دست پیدا کنند تحلیلها حکایت از آن دارد که موضوع سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا و نحوه مواجهه با پناهجویان محور اصلی گفتگوهای سران اتحادیه اروپا در گرانادا باشد. اتحادیه اروپا تلاش کرده تا با تشدید نظارت و نظامی کردن مرزهای دریایی جنوبی خود مانع از عبور افراد بیشتری از دریای مدیترانه شود. اما با دولت های منطقه ای نیز تماس گرفته تا از آنها برای جلوگیری از مهاجرت کمک بگیرد. از ابتدای سال جاری میلادی تعداد افرادی که از شمال آفریقا با قایق به اتحادیه اروپا وارد شدند به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علی اکبری اخبار شیه